سلام عرض میکنم خوش اومدید به جلسه جدید تخت سیاه امیدوارم تا الان هایی که کردیم براتون مفید بوده باشه جلسه قبل در مورد خط فرضی صحبت کردیم از این صحبت کردیم که وقتی دو نفر در قاب هستن بنا به اولین پلانی که ضبط می‌کنیم خط فرضشون به چه شکل تعریف میشه و شما تعمیناتی قرار شد در این زمینه انجام بدید. این صحبت کردیم که اینجا خط فرضی این دو نفر تعریف میشه و اگه دوربین یا پلان بعدی اینجا باشه خط فرضی شکسته میشه. گفتیم که شما میتونید دوربین بعدی یا پلان بعدیتون رو اینجا بذارین یا اینکه حرکت دوربین رو انجام بدین که خط فازی شکسته نش. اما اگه دوربین ما در پلان اول اما تصور کنین پلان اول ما دوربین اینجا نباشه و دوربین ما از اینجا شروع به کار بکنه خط فازی کجا میشه یعنی ما بذارید بزرگتر بکشم براتون یعنی ما یک زن داریم و یک مرد پلان اول ما این میشه خب پلان دوم رو ما میخواهیم از زن ضبط کنیم آیا دوربین کجا میتونه باشه که خط فرضی ما شکسته نشه هیچ فرقی نمیکنه بنا به خط فرضی که ما تعریف کردیم دوربین اینجا نمیتونه باشه چون خط فرضی شکسته میشه به این نما از این مرد به این زاویه دوربین چی میگفتیم؟ توی فکر کنم سه جلسه قبل در مورد زوایای دوربین صحبت کردیم این نما 45 درجه مرد هست حالا اگه بخوایم 45 درجه زن رو ضبط کنیم باید دقیقا از این سمت خط فرضی ضبطش کنیم که خط فرضی نشکنه یعنی ما اجازه نداریم که دوربینمون رو اینجا یا اینجا قرار بدیم خب یکی از کارهایی که گفتیم برای رد شدن از خط فرضی میتونیم انجام بدیم حرکت دوربین هست کار دومی که گفتیم میتونیم انجام بدیم قرار دادن دوربین روی خط فرضی است. گفتیم فقط این دو راه حل وجود داره اما دلیلش این بود که شما فیلم های مختلف رو در این فاصله ببینید و راه های بیشتری رو پیدا کنید آیا راه دیگه رو پیدا کردید برای شکستن خط فرزی بدون اینکه تداومش از بین بره به نظرتون چه راه حل دیگه ای وجود داره؟ به جز حرکت دادن دوربین و قرار دادن دوربین روی خط فرضی این راه حل خیلی مربوط به دوربین نمیشه این راه حل بیشتر مربوط به نگاه میشه نگاه بازیگر میتونه خط فرضی جدیدی رو واسه ما ترسیم کنه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر در این صحنه زن اینجا باشه و نگاه بازیگر به این سمت دوربین باشه با چرخش سر بازیگر به اینجا ما خط فرضی جدیدی رو ترسیم میتونیم بکنیم و بعد از اون اجازه داریم که جای دوربین رو عوض کنیم در چه حالتی این اتفاق میفته؟ لطفاً چند نما از سکانس, از سکانس های فیلم هایی که با نگاه خط فرضی جدیدی رو تعریف کردن ببینیم خب همونطور که در این فیلم ها مشاهده کردین با چرخش سر بازیگر خط فرضی جدیدی ترسیم میشه اما به چه شکل این اتفاق میفته و قاعده اصلی در این حالت چیه؟ اینکه نگاه بازیگر یا سر بازیگر قطعا از جلو دوربین رد بشه یعنی اگر که بازیگر به این سمت نگاهش یا سرش از مقابل دوربین رد بشه و به این سمت دوربین بیاد مثلا اینجا در این دوربین من به این سمت نگاه میکنم خط فرضی من هم مشخصه من نگاه همو از مقابل دوربین رد میکنم و به این سمت نگاه میکنم. حالا یک نگاه جدید و یک خط فرضی جدید ترسیم شده. یه بار دیگه بیاییم با این دوربین امتحان کنیم. من به این سمت دوربین نگاه میکنم. خط فرضی منم مشخصه. اما اگه من بدون کات از این سمت دوربین نگاه همو از سمت دوربین بشکنم و بیام به این سمت دوربین نگاه کنم اینجا یه خط فرضی جدید تعریف میشه نگاه در بازیگر دقیقا مثل حرکت دوربین تعریف میشه یعنی همونطوری که ما با چرخش دوربین از خط فرضی رد میشیم با گذروندن نگاه بازیگر از یک سمت دوربین به سمت دیگه ای از دوربین ما میتونیم خط فرضی جدیدی رو ترسیم کنیم همونطور که اگه دوربین ما اول اینجا باشه و بدون کات حرکت کنه بیاد اینجا و از اینجا به بعد یه خط فرضی جدیدی ترسیم میشه که ما اجازه داریم پلان رو اینجا یا اینجا ترسیم کنیم نگاه هم همین کارکرد رو داره قطعا آموزش خط فرضی و یاد گرفتن خط فرضی در سینما از اون بحثاییه که به صورت تئوری یاد گرفتنش بسیار سخته شما حتما باید در موقعیت فیلم سازی و سر صحنه قرار بگیرین تا متوجه تفاوت جای دوربین ها و جای پلان ها برای نشکستن خط فرزی بشین که در ادامه این کلاس ها وقتی که ما بریم به سمت اینکه شما کم کم شروع کنین به نوشتن فیلم نامه به ساختن فیلم در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد اما یک سوال مرد زن دوربین مقابل یکی از این هاست مقابل مرد آیا مرد باید به این سمت قاب نگاه کنه که به نظر بیاد داره به زن نگاه میکنه یا به این سمت قاب برعکسش کنیم دوربین مقابل زن قرار داره آیا زن باید به این سمت قاب نگاه کنه یا این سمت قاب که خط فرضی شکسته نشه و جای کارکتر هم درست در نظر گرفته بشه یعنی تصور کنین فیلمبردار عزیز ما به عنوان یک کارکتر در نظر گرفته بشه و من به ایشون نگاه کنم آیا من باید به این سمت قاب نگاه کنم یا به این سمت قاب فیلمبردار بردار دقیقا الان کجا قرار گرفته تصور کنین از این زاویه شما جای فیلمبردار رو دیدین ایشون این سمت قاب قرار گرفته وقتی دوربین دقیقا مقابل منه من باید به کدوم سمت نگاه کنم به نظر سوال ساده ای میاد پس ازتون میخوام که یک تمرین انجام بدین دو نفر رو مقابل همدیگه بذارین و ابتدا یک نمای توشات از اونها ضبط کنیم نمای توشات که قطعا خاطرتون هست به نماهای دو نفره میگفتیم یعنی دو نفر اینجا نشستن و شما ابتدا یک نمای توشات از اونها ضبط حالا دوربین مقابل یکی از اونها بذارین و فقط یک نفر از اونها در قاب دیده بشه از اون یک پلان ضبط کنین از مقابلش در زاویه دوربین مقابل طوری که به نظر بیاد به پشت دوربین جایی که بازیگر مقابل نشسته داره نگاه میکنه آیا به سمت چپ باید نگاه کنه یا به سمت راست حالا جای دوربین رو عوض کنید دوربین رو در جهت عکس رو به کاراکتر دوم بزنید. نفر دوم چطور؟ آیا باید به سمت چپ نگاه کنه یا به سمت راست؟ لطفا این تمرین رو انجام بدین و برای ما ارسال کنین. کم کم به یک قاعده کلی میرسیم که اگر کاراکتر یک زمانی که دوربین مقابلش هست به سمت چپ قاب نگاه میکنه کاراکتر دو هم باید به سمت چپ قاب نگاه کنه غلطه؟ بله پس قاعده رو عوض میکنیم اگر کاراکتر اول باید به سمت چپ قاب نگاه کنه کاراکتر دوم باید به سمت راست قاب نگاه کنه غلطه؟ بله جواب درست رو شما به ما بگید آیا یکی از این دو حالت درسته؟ آیا یک قاعده کلی اساسا وجود داره یا نه؟ حتما یک قاعده کلی و بسیار 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 ساده وجود داره اما من ترجیح میدم این تمرین رو شما عملی انجام بدید و واسه ما ارسال کنید خب تا اینجا در طول سه جلسه در مورد خط فرضی صحبت کردیم به دلیل اینکه خط فرضی با میزانسن با دکوپاش و با تدوین و با جهانی که اون فیلم میسازه ارتباط بسیار مستقیمی داره حتی گاهی در فیلم های مدرن یا شاید پست مدرن ما میبینیم که خط فرضی شکسته نمیشه دو سه سال قبل یک فیلم بسیار خوب به اسم شکار منتشر شد که جهان آخر زمانی رو به تصویر میکشید قصه آدم هایی که از ابتدای فیلم با چشم بسته در یک بیابون رها شدن، و لحظه‌ای که چشمشون رو باز می‌کنن ای در حال شلیک کردن به اونها هستن این فیلم با اینکه به نظر می یک فیلم پس آخر زمانیه با وجود این از اصول تدوین تداومی که یکی از اونها مبنای اصلیش استفاده از خط فرضی و نشکستن خط فرضی استفاده کرده بود جلسه قبل در مورد تدوین تداومی یک صحبت کلی انجام دادیم از دو بحث صحبت کردیم مچکات و جامکات در این جلسه در انتهای این جلسه کمی در مورد تفاوت اینها بیشتر صحبت میکنیم همونطور که گفتیم، مچکات زمانی اتفاق میفته که تداوم همه چیز حفظ میشه. از حرکت دست بازیگر، از تداوم صحنه یعنی بدون اینکه این صندلی این جابجا بشه شما به پلان بعدی رو خواهید کرد تا نشکستن خط فرضی مچکات در فیلم‌های کلاسیک مدرن و پست مدرن استفاده میشه به دلیل اینکه به طور کلی تماشاگر ترجیح میده که ناگهان از صحنه به صحنه دیگه پرت نشه فیلم های بسیاری ما میتونیم از استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی و فرانسیس فورد کاپولا و بسیاری از فیلمسازان بزرگ تاریخ سینما نام ببریم که تمام اون فیلم با مچکات ساخته شده مثال های زیادی توی سینمای ایران هم وجود داره اساسا میشه اینطور گفت که اغلب فیلم ها با استفاده از مچکات ساخته میشن یعنی کات هایی که به هم دیگه مچ شدن چفت شدن تا شما حس تداوم و حس عدم پرش زمان یا مکان رو احساس کنید مچکات دقیقا به کاتی گفته میشه که شما احساس نکنید که زمان یا مکان در یک سکانس عوض شده اگر در یک سکانس که تشکیل شده از چندین پلان هست به طور کلی البته مثلا تشکیل شده از ده پلان هست شما به طور ناخداگاه انتظار دارین که کات ها پشت همدیگه یک روایت مستقیم رو تعریف بکنه اما در جام کات چه اتفاقی میافته؟ یادتون هست مثال فیلم آقای گدار رو زدیم. در فیلم هایی که با جام کات اتفاق میافته و بیشتر در سینمای اروپا و شاید سینمای شرق اروپا ما این رو می بینیم کات هایی هست که پرش داره، جامپ کات پرشی در واقع. کاتی که با پرش اتفاق میفته یعنی اینکه همون مثالی که براتون از این میز و صندلی زدم. شما در این دوربین منو میبینین که اینجا ایستادم و زمانی که کات میشه من اینجا ایستادم بدون اینکه شما این فاصله رو ببینید اگر خاطرتون باشه از این صحبت کردیم که جام کات در واقع زمانهای مرده فیلم رو میبره و ریتم فیلم رو تند میکنه و گفتیم در این باره مفصل صحبت میکنیم در روانشناسی دکوپاژ دوباره در مورد جامکات و مچکات صحبت خواهیم کرد اما وقتی از زمان مورده فیلم صحبت میکنیم منظورمون چه زمانی هست زمان مورده فیلم زمانی هست که اتفاق خاصی در صحنه نمیفته اما ما مجبوریم اونو نشون بدیم مثلا تصور کنین بازیگری رو میبینیم همون مادری که در انتظار کشف جسد فرزندش بود که مدت‌ها در سالن انتظار نشسته اون مادر دو ساعت در اون سالن نشسته اما ما نمیتونیم دو ساعت از فیلمو که کلش دو ساعته نشون بدیم که یک مادر در انتظار کشف جسد فرزندش پس ما چیکار میکنیم؟ ما اون مادر رو نشون میدیم که در سالن انتظار نشسته کافیه پلانی از ساعت اونجا نشون بدیم که ساعت یازده رو نشون میده و بعد یک جام کات بزنیم به اون ساعت که حالا شده ساعت یک بعد از ظهر و بعد کات بزنیم به اون مادر در واقع در اینجا ما از ترکیب مچ کات و جام کات استفاده کردیم و زمان مورد فیلم رو هم از بین بردیم یعنی چی؟ یعنی ما مادر رو دیدیم مچکات زدیم به ساعت ساعت یازده بعد جامکات زدیم به ساعت یک بعد مچکات زدیم بعد مچکات زدیم به مادر فاصله ساعت 11 تا ساعت یک و با استفاده از جامکات از بین بردیم اما این یکی از شیوه های جامکات شیوه های دیگه ای از جامکات هم وجود داره که در جلسات بعد در مورد تفاوت اونها با همدیگه گفتگو خواهیم کرد ممنون که با ما بودید وقت بخیر